سرخط خبرها. دومین سفر طالبان به ایران و گفتگو در مورد روند صلح افغانستان. سیاست اجرایی میگوید کشورهای منطقه جایگاه حکومت افغانستان را دور نزنند. به رهبری و مالکیت افغانها در پروسه صلح همچنان احترام گذاشته شود. کمیسیون مستقل انتخابات در آستانه تصمیم گیری در مورد نتیجه ابتدایی انتخابات. عبدالله عبدالله میگوید مسئولیت هر پیامده بر دوش کمیسیون خواهد بود. تا به حال کدام تصمیمی که فیصله شده باشه با ارتباط نتایج قسمی و نتایج ابتدایی تا فعلا صورت نگیره. آزادی دو فعال جامعه مدنی پس از اعتراف در مکان امن امنیت ملی. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید ادعاهای آنان بررسی خواهد شد. نماینده های کمیسیون مستقل حقوق بشر در ریاست عمومی امنیت ملی رفتن و این دو فرد را آزاد ساختن. و آزادی مسلمانان آیغوری از زندان چین خواست امریکا از این کشور. درود، با مهمترین های خبر از یک با من نسرین جوینی. خوش آمدید. مشروع خبرها. پس از سفر ایت گروه طالبان به ایران، حکومت افغانستان میگوید که کشورهای منطقه باید به مالکیت و رهبری حکومت افغانستان در روند صلح احترام بگذارند. ایت طالبان به رهبری عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر دیروز به ایران رفته و با وزیر خارجه این کشور در پیوند به گفتگوه صلح افغانستان صحبت کرده است. منابع نزدیک به طالبان میگوید نمایندگان این گروه با سفرهای منطقه‌ایشان تلاش میکنند تا روند صلح در همکاری کشورهای منطقه زودتر به نتیجه برسد. منابع نزدیک به طالبان همچنان میگویند که زلمه خلیلزاد به قطر رفته بوده و با نمایندگان طالبان به گونه غیر رسمی گفتگو کرده و دوباره به امریکا برگشته است. رایزنه های تازه امریکا و طالبان در پیوند به روند صلح افغانستان. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفته است که هیئت این گروه به رهبری عبدالغنی برادر دیروز به ایران رفته و با جواد ظریف وزیر خارجه این کشور در پیوند به صلح افغانستان گفتگو کرده است. روابط ایران با امریکا به شدت تیره است و امریکا همواره تاکید کرده که این کشور طالبان را به گونه منظم پشتیبانی می کند. این عضو پیشین گروه طالبان میگوید که این گروه میخواهد با چنین سفرهایی نقش کشورهای منطقه و همسایه‌های افغانستان را در روند صلح در نظر داشته باشد. او همکاری کشورهای منطقه و همچنان رفع نگرانی‌های این کشورها را در پیشرفت روند صلح مهم میخواند. دوی مجبور دی چې دی ملک په باندې بدسی حل ذلی کوي چې هغه همسایه ملک د دی ملک په باندې مثبت رول ولوبوي. نو زما فکر باندې په دې نسبت باندې زه به فکر کوم چې په دې باندې به د امریکایانو څه مشکل په دې نشي راځي چې هغه امریکایان هم تر ډېره حده پورې به په دوی په سفرو باندې واقف وي او په هغه جزئیاتو به هم شاید خبریږي، نن پټیږي نه خبره. در همین حال حکومت افغانستان از نقش و همکاری صادقانه کشورهای منطقه استقبال می کند، اما تاکید می کند که این کشورها باید به رهبری و مالکیت کابل در روند صلح احترام گذارند. بنابراین ما تلاش های صادقانه کشورهای منطقه و جهان و همسایگان را برای پیروزی پروسه صلح یک شرط حتمی و اساسی می دانیم. امیدوار هستیم که به رهبری و مالکیت افغانها در پروسه صلح همچنان احترام گذاشته شود. تلاش های پراگنده صلح و مراجعه به آدرس های مختلف نتیجه مطلوب را در پی نخواهد داشت. آدرس گفتگو و مذاکره برای طالبا دولت جمهوری اسلامی افغانستان و افغاناست. اما برخی آگاهان باور ندارند که ایران در روند صلح افغانستان صادق عمل کند. به باور این آگاهان ایران می‌خواهد از فرصتی پیش آمده برای تقویت موقفش در برابر امریکا استفاده کند. اشتباه کلان ایرانی‌ها است که فکر می‌کنند که یک حلقه سنی مثل طالبان را می‌توانند کرده به ضد امریکایی‌ها و به ضد حکومت استفاده کنند. ایرانی‌ها از برادری و دوستی حکومت افغانستان سخت سوء استفاده می‌کنند در این موقع.
با وجود این تلاش ها روند گفتگوهای صلح بسیار پیچیده به نظر می رسد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نزدیک به یک سال 9 دور با نمایندگان طالبان گفتگو کرد. اما رئیس جمهوری امریکا به این گفتگوها توقف داد. منبع‌های نزدیک به طالبان می گویند پس از چند روز گفتگوهای غیر رسمی و پشت درهای بسته زلمه خلیلزاد و طالبان در قطر، خلیلزاد راهی واشنگتن شده است. هرچند تا کنون هیچ منبع رسمی این مورد را تایید نکرده است. نخستین روز نشست صلح زنان افغانستان با مقام‌های ارشد اندونزیا امروز در جاکارتا پایتخت این کشور برگزار شد. شمار از زنان کشور که در این نشست 4 روزه شرکت کردند میگویند با آنکه زنان بزرگترین قربانیان جنگ جاری در کشورند، اما کمترین نقش در روند صلح با طالبان را دارند. از سوی هم شمار از اعضای ارشد پارلمان این کشور که با زنان افغانستان دیدار کردند، جنگ جاری طالبان به نام اسلام را نامشروع خوانند. مقام های اندونزیا تاکید می کنند که از تلاش ها برای رسیدن به صلح در افغانستان حمایت می کنند. کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به اعلام نتیجه انتخابات ششم میزان تصمیم گیری می کند. اما دکتر عبدالله هشدار داده است که استقلالیت کمیسیون انتخابات زیر پرسش رفته و نتیجه کار آن نیز مشروعیت ندارد. همزمان با این شورای نامزدان ریاست جمهوری تاکید می کند که نتیجه تقلبی انتخابات ششم میزان را نخواهند پذیرفت و در صورت بحرانی شدن وضعیت کشور مسئولیت آن و دوش کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات خواهد بود. دکتر عبدالله کامیانش دفترهای کمیسیون انتخابات را در رفت ولایت در شمال کشور در اعتراض به بازشماری آرا بسته کردند. هشدار می دهد که مسئولیت تمام جنجالهای انتخاباتی بر دوش کمیسیون مستقل انتخابات خواهد بود، چون این کمیسیون زیر تأثیر یک دست انتخاباتی مشخص کار می کند. از سوی هم شورای نامزدان ریاست جمهوری هشدار می دهد که نتیجه تقلبی انتخابات را نخواهند پذیرفت. اگر یا کدام نتیجه را اعلام کنند، ما قبلا گفتیم که اینا را در وقت مناسب اگر در افغانستان هم باشه یا را به ارگانهای عدلی و قضایی خاصی که باز ما در نظر داریم اینا را معرفی میکنیم و غلطی های کردن مطابق قوانین افغانستان اینا مجازات خواهد شدن و نتیجهش برای هیچ کس قابل قبول نیست. نهادهای ناظر انتخاباتی نیز انتظار دارند که کمیسیون مستقل انتخابات به پرسش‌ها و نگرانی‌های نامزدان ریاست جمهوری در حضور نهادهای ناظر و رسانه‌ها پاسخ دهد. اعتراضی که وجود دارد برای ازو راه حل پیدا بکنند که طرف‌های دخیل قانع شوند. اگر ادعایشان بر اساس قانون وارد هستند، برشان پاسخ بده. اگر وارد نیستند، باید بر اساس قانون برشان قناعت بده. و ایرم ما جدا می‌خوایم که در حضور رسانه‌ها و نهادهای ناظر باشد تا اینکه وضعیت برای همه مردم افغانستان روشن شود که کی جلخویی میکنه و کی بالاخره پاسخگویی نداره. با وجود اشتارهای پیهم نامزدان و عوادارانشان، کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم دارد تا نتیجه انتخابات را در روزهای آینده اعلام کند. ما بحثای گوناگون کردیم، به ارتباط نتایج قسمی هم بحث کردیم و به ارتباط نتایج ابتدایی هم بحثات داخل کمیسیون صورت گرفته، ولی تا به حال کدام تصمیمی که فیصله شده باشه به ارتباط نتایج قسمی و نتایج ابتدایی تا فعلا صورت نگرفته. این در حال است که انتخابات ششم میزان 2 ماه شده و به باور آگاهان به نظر نمی رسد که به این زودی ها کمیسیون انتخابات بتواند نتیجه قابل پذیرش را برای نامزدان و شهروندان کشور اعلام کند. اداره عمومی امنیت ملی 2 فعال جامعه مدنی لوگر و پکتیا را به کمیسیون مستقل حقوق بشر تسلیم داده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید این 2 مدافع حقوق بشر را بعد از تسلیم از امنیت ملی آزاد کرده و ادعای آنان در پیوند به استفاده جنسی دانش آموزان در شمار از مکتب‌های لوگر را نیز بررسی خواهند کرد. از سوی هم شمار از اعضای شورای ولایتی لوگر میگوید که پس از نشر گزارش استفاده جنسی از کودکان در مکتب‌های لوگر، باشندگان این ولایت در برخی مناطق مانع رفتن فرزندانشان به مکتب شدند. یک روز پس از اعتراف موسا محمودی و همکارش در مورد همگانی شدن تحقیقاتشان پیش از نهایی شدن، ریاست امنیت ملی این 2 تن را به کمیسیون مستقل حقوق بشر تسلیم کرده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید پس از تسلیم شدن این دو مدافع حقوق بشری آنان را آزاد کرده است. به گفته مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر، ادعاها و تحقیق موسی محمودی و همکارانش در مورد سوء استفاده از کودکان در مکاتب لوگر را این نهاد بررسی خواهد کرد. ریاست امنیت ملی با کمیسیون مستقل حقوق بشر در تماس شد و حاضر بر رهایی دو فرد شد که اینا را آزاد بکنند. امروز صبح نماینده های کمیسیون مستقل حقوق بشر در ریاست عمومی امنیت ملی رفتن و این دو فرد را آزاد ساختن. حالا ظاهرا روشن شدن چگونگی سوء استفاده از کودکان در مکاتب لوگر هم درد را دوا نمی کند. برخی از اعضای شورای ولایتی لوگر میگویند پس از نشر گزارش بدرفتاری با کودکان در مکاتب این ولایت اکثر خانواده ها مانع رفتن فرزندانشان به مکتب می شوند. قراری بود که تمام مکاتب باید بسته شود و دیگه کسایی گفتند که تا اعاده حیثیت ما نشه ما دیگه با اولادای خودتون مکتب نمیمانیم. یعنی این کلانترین صدمه به معارف زده. همزمان با این برخی از نمایندگان مجلس نیز خواستار بررسی همه جانبه این ادعاها و روشن شدن درستی و نادرستی این تحقیق شدند. تو که دا صرف د لوګر موضوع نه ده، دا د ټول افغانستان د معرب موضوع ده او ټول افغانستان ته یو بدنامی و. خواهش مو ده چې تعین سوی پلاوی ډیر عاجل د خپلو څیړنو پایلې د اولس د استازو سره په تالار کې شریکې چې اصلا موضوع څه شی ده. موسی محمودی و احسان الله حمیدی دو فعالان جامعه مدنی در لوگر و پکتیا روز گذشته در یک ویدیویی که از سوی امنیت ملی پخش شد اعتراف کرده بودند که پژوهش آنان در مورد سوء استفاده و تجاوز بر کودکان در مکاتب لوگر هنوز کامل نشده همگانی شده بود و این کار نادرست بوده است. یک منبع در امنیت ملی میگوید این دو تن بدون هیچ گونه جبری اعتراف کردند، اما فعالان جامعه مدنی هنوز هم به این موضوع باورمند نیستند. سفیر امریکا هم از آنچه او اعتراف با تهدید و زور خوان انتقاد کرد. با افزایش جنجال های انتخاباتی، مجلس نمایندگان نیز به هواداری از دسته های انتخاباتی دو پارچه شده است. در نشست های عمومی مجلس، نمایندگان بیشتر به طرفداری دسته های انتخاباتی دولت ساز و ثبات و همگرایی در برابر هم قرار می گیرند. معاون نخست مجلس می پذیرد که مجلس به دو گروه تقسیم شده است. در این حال شمار از اعضای مجلس تاکید دارند که اولویت کاری نمایندگان این نیست که چه کس رئیس جمهور کشور می شود، بلکه مسئولیت نمایندگان پاسداری از جمهوریت و حقوق شهروندی است. جنجال های انتخاباتی میان کمیسیون مستقل انتخابات و دسته های انتخاباتی به مجلس نمایندگان نیز رسیده است. این روزها بحث انتخابات به ویژه طرفداری نمایندگان از دسته های انتخاباتی در نشست های عمومی مجلس بیشتر از هر زمان داغ‌تر شده است. شمار هوادار دسته عبدالله عبدالله‌اند و برخی دیگر هم هوادار دسته محمد اشرف غنی. موضوع نگران کننده که در این رابطه وجود داره رسم و بدعت سیاسی است که متاسفانه دکتر عبدالله از انتخابات گذشته به جا گذاشته. این که به یک روند مردمی تن میده و در نهایتش نتیجه انتخابات نمیپذیره. اگر مطابق با بایومتریک نبود، آرای بایومتریک شده شمارش نشد، تقلب شد، نتیجه برآمده از تقلب قابل قبول مردم افغانستان نیست. معاون نخست مجلس در نشست امروز می پذیرد که نمایندگان به دو گروه تقسیم شده اند. در درست خبر در چه دلتا مختلف تیمونه دی او نن پا دیار بانی باسو شو خود دی تریبون نمانگا دی او تیم پا طرف غاگ نکو، البته دی ملت پا طرف بانی غاگ کو چه دی قوانین و مطابق اجراتو که او دا ملی پروسه دی دی بحران سر نمخمخ که. در این میان نمایندگان هم میگویند که اولویت مجلس باید دفاع از منافع ملی، تأمین ثبات و امنیت و مبارزه با نابسامانی های اجتماعی باشد، نه اینکه چه کس رئیس جمهوری کشور می شود. برای نمایندگان مردم افغانستان منافع ملی افغانستان، ثبات امنیت در کشور، از بین بردن فقر و نابسامانی های سیاسی اجتماعی باید اولویت داشته باشد. امروزه برای پارلمان افغانستان نباید مهم باشد که کدام شخص در جایگاه ریاست جمهوری قرار می گیرد.
خواستیم در این مورد دیدگاه حکومت را نیز داشته باشیم، اما کسی حاضر به پاسخگویی نشد. با این همه برخی ها به این باورند که مجلس نمایندگان به عنوان یک نهاد مستقل باید برای مقابله با یک بحران احتمالی انتخاباتی راهکار را روی دست داشته باشد، نه اینکه خود نقش دسته های انتخاباتی را بازی کند. بانک جهانی 52 میلیون و 500 هزار دلار را در بخش پروژه گاز طبیعی افغانستان کمک می کند. رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان هدف این پروژه را فراهم سازی گاز طبیعی دوامدار و دستگاه های تولید برق در شمال افغانستان می داند و می گوید که با این کمک بانک جهانی خط لوله گاز شبرغان مزار و یک کارخانه تصفیه سلفر به بهره برداری می رسد. بانک جهانی بسته کمک 52.5 میلیون دلاری اش را به افغانستان منظور کرد. قرار است این پول در پروژه گاز طبیعی افغانستان به ویژه لوله گاز شبرغان مزار هزینه شود. رئیس دفتر بانک جهانی می گوید بخش این کمک ها در امر شفافیت مدیریت قراردادها و ایجاد یک چارچوب اداری و حقوقی در بخش گاز به مصرف می رسد. با سرمایه گذاری روی زیربناهای تولید گاز و ایجاد تهداب استوار حقوقی و اداری برای سکتور گاز انتظار می رود تا این پروژه در آینده نزدیک در میزان تولید و افزایش و میزان دسترسی مردم به انرژی برق در افغانستان بهبود قابل ملاحظه پدید آید که این امر می تواند نقش مهم در کاهش فقر نیز داشته باشد. تکمیل پروژه گاز شبرغان مزار به شهروندان کشور انرژی ارزان و پایدار فراهم خواهد کرد. بانک جهانی می گوید که تولید برق از منابع داخلی به صنعتکاران و بازرگانان زمینه آن را فراهم می سازد تا کاروبار صنعت در کشور افزایش یابد و زمینه بیشتر کاریابی به مردم نیز فراهم گردد. وزارت معادن و پترولیم می گوید کمک تازه بانک جهانی در بخش خرید تجهیزات لوله گاز شبرغان مزار و استخدام مشاوران داخلی و خارجی هزینه خواهد شد. این پروژه می در ساحات به مصرف می رسد تا بتانه سیستم های گازی ما را و دستگاه های گازی ما را تقویت بکنه. که از او بخش ما می تانم بگویم که در بخش تقویت ساحات گازدار یتیمتاق خصوصا دستگاه تجرید سلفر که باعث تصفیه گاز بیشتر تولید شده اوسا همیشه و از همه مهمتر در خصوص استخدام مشاورین داخلی و خارجی که بتانه ما را تقویت بکنه تا بتانیم سیستم های گازی و دستگاه گازی خود را تقویت کرده باشیم. شمار از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که استفاده از منابع داخلی به ویژه گاز در صنعتی شدن افغانستان مؤثر خواهد بود و درآمد کشور را بالا خواهد برد. امیدوار هستیم حکومت افغانستان بتانه برنامه های را با همکارای بین المللی روی دست بگیره که ما روی زیربناها کار بکنیم. بحث گاز یکی از مهمترین موارد افغانستان یک کشور مصرفی است و اگر ما از این بود به خود کفایی برسیم این کار میتونه ما را سر پای استاد بکنه. لوله گاز شبرغان مزار نزدیک به 94 کیلومتر درازا دارد که با ساخت آن گاز از پالایشگاه جرقدوق شبرغان به شهر مزار انتقال می‌یابد. افغانستان 5 حوزه گاز و نفت دارد که حوزه گازی شبرغان یکی از این حوزه ها در شمال کشور است. سه تفاهم نامه پروژه گاز توپی به زودی نهایی می شود. وزارت معدن و پترولیم می گوید که تفاهم نامه دولت میزبان انتقال گاز و شرایط ساخت و ساز پایپلاین به زودی به ترکمنستان امضا خواهد شد. اما وزارت شهرسازی و اراضی نشان می دهد که تا حال بیش از 12.5 کیلومتر مسیر پروژه توپی در ولایت هرات استملاک شده است. رئیس شرکت توپی لیمیتد به کابل آمده و در باره آخرین پیشرفت پروژه توپی با مسئولان وزارت های معادن و پترولیم و شهرسازی و اراضی گفتگو کرده است. در همین حال انتظار می رود که سه تفاهم‌نامه وابسته به پروژه توپی به زودی نهایی شود. وزارت معادن و پترولیم می گوید که تفاهم‌نامه های دولت میزبان یکی از تفاهم‌نامه های است که در چارچوب آن چگونگی عبور لوله گاز ترکمنستان، مدیریت پروژه توپی و تطبیق آن مشخص شده است. البته این سفرشان بیشتر مختص به
نهایی سازی قانون مدیریت زمین بود که قانون نهایی شده به وزارت عدلیه فرستاده شد، اونا هم نظریات خود شریک بکنن و به کابینه ارسال شده. و در ضمن سه توافقنامه فعلا باقی مانده که کار روی جریان داره، یعنی در مراحل آخری کار قرار داره. قانون تنظیم امور زمینداری پروژه تاپی نیز به وسیله وزارت معادن و پترولیم نهایی شده و به وزارت عدلیه فرستاده شده است. در بخش این قانون آمده است که برای مسئولیت باشنده های محل و حفاظت محیط زیست تا 200 متر در دو کناره پروژه تاپی نباید ساختمانسازی صورت گیرد. آمار وزارت شهرسازی و اراضی نشان می دهد که از ولسوالی رباتسنگی به سمت شهر ایراد بیش از 12.5 کیلومتر مسیر پروژه تاپی استملاک شده که بخش بیشتر آن زمین های دولتی است. بیشتر با بود ما بود تکنیکی و ساختمانی هست و او صحبت ها را انشاءالله باز با شما در برنامه بعدی با دیتیل و تفصیل انشاءالله گزارش خواهد دادیم. ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند سهمداران پروژه تاپی هستند که بر بنیاد قرارداد این پروژه افغانستان، پاکستان و هند 5% در ساخت ساز پروژه تاپی سهم دارند. اما 85% دیگر سهم ترکمنستان است. ناامنی و کمبود بودجه سبب شده است تا پروژه های بزرگ زیربنایی در اولویت قرار نگیرند. وزیر ترانسپورت میگوید ناامنی و کمبود بودجه مانع تطبیق پروژه های بزرگ زیرساختی شده است و دولت به پروژه های کوچک اولویت میدهد. یما یاری امروز قرارداد ساخت شاهرای دوشی بامیان را به گونه مسیر بدیل شاهرا سالنگ با دو شرکت ترکی و افغانی امضا کرد. او گفت که با ساخت این شاهرا تونل سالنگ بسته می شود و کار بازسازی اساسی روی این تونل آغاز خواهد شد. ناامنی و کمبود بودجه دو چالش بزرگ در برابر پروژه های بزرگ زیربنایی در افغانستان. وزیر ترانسپورت می گوید که بسیاری از پروژه های زیرساختی به سبب تداوم ناامنی ها در کشور یا به اجرا گذاشته نمی شوند و یا هم ناتکمیل می مانند. چالش های امنیتی به حدی است که امکان تطبیق پروژه نیست و مثالش دیروز هم دادم، امروز یادآوری می کنم، شاهرای کابل قندار. شاهرای کابل قندار همگی ما شما می بینیم دیدیم و اداره ملی سرکا از وضعیت سرک خبر است. قرارداد هم صورت گرفته، سروی شده، دیزاین شده، برش بودجه پیدا شده، قرارداد شده. قرارداد ما یک سال وقتش هم تیر شد ولی متاسفانه که مخالفین دولت، دشمنای مردم افغانستان اجازه ندادن که شهر ترمیم شد. با این حال آقای یاری میگوید که با تکمیل شهرهای دوشی بامیان که چنان مسیر بدیل تونل‌های سالنگ در نظر گرفته شده است، کار ساخت و ساز اساسی سالنگ‌ها نیز آغاز خواهد شد. آقای یاری امروز قرارداد بخش دوم و پنجم شهرهای بغلان بامیان را با یک شرکت ترکی و یک شرکت داخلی امضا کرد. به گفته او شهرهای دوشی بامیان ظرف دو سال در پنج مرحله به ارزش بیش از 3 میلیارد افغانی ساخته خواهد شد. من حیث یک بدیل بسیار خوب برای مسیر سالنگ است، من حیث دهلیز شمال جنوب افغانستان و همچنان با در نظر داشت برنامه‌ای که برای ترمیم اساسی تونل سالنگ وزارت ترانسپورت و اداره ملی سرکای ما در نظر گرفته، ما مکلف هستیم سرک دوشی بامیانه منعیس یک شورای بدیل آماده بسازیم تا بتانیم تونل سالنگ بسته بکنیم در یک دو سال آینده و ترمیمات اساسی رو روی دست بگیریم. با گفته وزیر ترانسپورت بخش سوم و چهارم این پروژه در مرحله تدارکاتی قرار دارد که قرارداد آن هم در هفته های آینده امضا می شود. آقای یاری همچنان قرارداد ساخت و ساز جاده های شهر جلال آباد را با دو شرکت داخلی به ارزش 128 میلیون افغانی به امضا رسانده و قرارداد سرک 20 کیلومتری شهرهای غور، هرات و بامیان نیز به ارزش 809 میلیون افغانی امضا شده است. تشکر. با این حال به گفته آقای یاری همکنون کار روی بیش از 100 پروژه در سراسر افغانستان جریان دارد که بودجه این پروژه ها از سوی حکومت، بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و ایتالیا پرداخت می شود.
نخستین بار کمپاین فکری در مزار شریف با اجرای تئاتر برگزار شد. این کمپاین به هدف آگاهی دهی از پیامدهای افسردگی و بیماری‌های روانی برگزار شده است. برگزار کنندگان این کمپاین میگویند که بسیاری از کسانی که دارای افسردگی و بیماری‌های روانی اند، بی آن که به نزد روانپزشکان بروند، تلاش میکنند تا به خود آسیب رسانند. اما در چارچوب این برنامه شیوه‌های روان درمانی و پیامدهای ناگوار آسیب رسانی به خود و زیان‌های خود آزاری آموزش داده می شود. در خارج از کشور، امریکا خواهان رهایی بیدرنگ صدها هزار مسلمان آیغور از زندان‌های چین در ایالات سینکیان شده است. وزیر خارجه امریکا زندانی کردن مسلمانان توسط نیروی نظامی چین را یک اقدام ضد بشری خوانده و گفته است که بیجنگ با اقدام‌های اخیر خود قوانین بین‌المللی انسان دوستانه را زیر پا گذاشته است. در این حال مایک پامپیو همچنان گفته است که نزدیک به 20,000 شکایت از نقض حقوق بشر در ایران را نیز دریافت کرده است. بال هم رویدادهای ورزشی با ادریس فاروق. کارگاه آموزشی سند درجه چهارم مربیگری فوتبال در کاپیسا به پایان رسید. در این کارگاه آموزشی 24 مربی از ولایت کاپیسا برای 6 روز زیر نظر ظاهر حسنی روش‌های تازه مربیگری را آموزش دیدند. هدف از برگزاری این کارگاه بلند بردن ظرفیت مربیان کاپیسا گفته شده است. تیم ملی فوتبال به عنوان 23 سال افغانستان فردا در پنجمین دیدار در رقابت‌های قهرمانی مرکز آسیا و مساف ایران به میدان می‌رود. بانوان ملی پوش کشور در حال با به این دیدار می‌گذارند که پیش از این تنها به یک پیروزی در برابر ترکمنستان دست یافتند و سه شکست را در برابر تیم‌های ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان پشت سر گذاشتند. تیم‌های فوتبال زیر سن 23 سال افغانستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و ازبکستان در این مسابقه ها در برابر هم رقابت می‌کنند. گفتنی است که در فهرست رده‌بندی این بازی‌ها افغانستان با یک پیروزی و سه شکست در رده پنجم قرار دارد. این بود مهمترین های خبر که تقدیم شما گردید. شب بر همه شما خوش. الله حافظ.